بازداشتگاه کهریزک اینجاست. شما می‌خواید بفهمید جلو کهریزک بازداشتگاهی ناشناخته تا میانه تابستان 1388 که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری شهرت جهانی پیدا کرد. چند روز پس از خبر کشته شدن محسن روح‌الامین زیر شکنجه و در بازداشتگاه‌های حکومتی و تصمیم مجلس مبنی بر بازدید از زندان‌ها، بازداشتگاه کهریزک در تاریخ 6 مرداد ماه 1388 به دستور رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شد. استاندارد نبودن این بازداشتگاه و نداشتن شرایط لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان از دلایل تعطیلی آن ذکر شد. اما پس از آن نیز اخباری مبنی بر عدم تعطیلی کامل بازداشتگاه کهریزک از سوی رسانه‌ها منتشر شد. مرحوم آیت الله عظما منتظری تعطیلی این بازداشتگاه را اغفال عمومی مردم دانستند و گفتند نمیتوان با تعطیلی یک بازداشتگاه تمام گناه را به گردن یک ساختمان انداخت. علی مطهری نماینده تهران نیز در مجلس گفت که مهمتر از بستن این بازداشتگاه پیگرد عوامل شکنجه است. در همین حال مهدی کروبی طی نامه‌ای به آیت الله رفسنجانی نوشت دلیل تعطیل شدن این بازداشتگاه تجاوز و آزار جنسی به پسران و دختران است. وی خواستار پیگیری این مسئله شد. محسن را با وضعیت اسفواری بعد از شکنجه‌های شدید جسمی 2 روز قبل از مرگش نزد من آورده بودند. حال جسمی او بسیار وخیم بود و امکانات پزشکی من هم بسیار محدود، ولی آنچه در توانم بود برای نجات جان وی کردم و در همان زمان بود که از سوی مسئولان کهریزک تهدید شدم که در صورت توضیح علت جراحت‌های وارده بر مجروحان کهریزک از ادامه زندگی باز خواهم ماند. این جملات را رامین پوراندرجانی به عنوان شهادت و در دادگاه علیه مجریان کهریزک گفته بود و شاید همین جملات علت مرگ مشکوک وی بود. صبح جمعه 21 آبان ماه 1389 اولین سالگرد شهادت دکتر رامین پوراندرجانی در مسجد طوبای تبریز بود که با حضور باشکوه دوستان و اساتید دوران تحصیل آن مرحوم، پزشکان و اعضای جامعه پزشکی، فعالین سیاسی، فعالین دانشجویی، دکتر مسعود پزشکیان و دکتر شکور اکبرنژاد نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و دیگر اقشار مردم در تبریز برپا شد. با وجود گذشت 1 سال از فجایع کهریزک همچنان پرونده مذکور در حاله ای از ابهام است. در همین ارتباط تماس تلفنی داریم با محمد مصطفایی که از نروژ با ما همراه هستن. در مورد مرگ ایشون اگر که واقعا ابهامی وجود نداشته باشه و یا اینکه موضوع خاصی وجود نداشته بود میبایست این اجازه لااقل به خانواده ها، به وکلای دادگستری خانواده هایی که ازشون از دست دادن داده می شد تا بتونن به صورت خیلی واضح و شفاف در مورد ابعاد این قتل یا ابعاد این مرد بررسی بکنن. ما دیدیم که به صورت خیلی سریع در مورد این مرد اظهار نظرهایی شد و به گونه خیلی باور نکردنی پرونده مختوم شد. تشکیلاتی که پرونده های اینچنینی از اهمیت بسیار بالایی لااقل در دادسرای امور جنایی تهران برخورداره. اگر یک موضوع سیاسی در پشت چنین پرونده هایی وجود نداشته باشه میبینیم که همونطور که رویه دادسرای ویژه امور جنایی هستش تحقیقات بسیار مفصلی انجام میده و حتی شده در پرونده های مشخص این چنینی افراد زیادی رو بازداشت میکنه، ولی در این پرونده ما دیدیم که چنین اتفاقاتی رخ نداد. خب به نظر شما پشت پرده جنایت های کهریزک چه کسایی میتونن باشن؟ با وجود اینکه تا الان این پرونده کهریزک هزینه های خیلی زیادی هم روی دست حاکمیت گذاشته، چه اصراری که نام اینها تا حالا افشا نشده و با افشا کردن اینها چرا سعی نمی‌کنن که نظام رو از زیر این سوال بزرگی که در مقابلش قرار گرفته در اصل خلاص کنن؟ ببینید در مورد کهریزک این بازداشتگاه و زندان که میشه گفتش که بیشتر جنبه زندان رو داشت و توضیح خواهم داد، بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مسائلی که حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد بود که خودش رو نشون داد و اون هم با دستوری که آقای خامنه‌ای صادر کرد.
ولی این زندان سالیان سال هست که مشغول به پذیرش متهمین و محکومین هست. بیشتر زندانی هایی که در این زندان نگهداری می شدن کسانی بودند که دادسرای امور جنایی تهران، دادگاه انقلاب تهران و دادسرای ارشاد و دادسرای فرودگاه به افراد متهم و مجرمین رو به این زندان معرفی میکرد. به خصوص کسانی که در دادگاه انقلاب بودند و اونجا مورد محاکمه قرار میگیرن یا در دادسرای امنیت بودند به اون زندان انتقال میدادند. و در گذشته هم افراد زیادی در همین زندان کشته شدند و بارها من خودم شاهد بودم در دادگاه انقلاب افراد گروه های بسیاری 50 نفری رو که مبتلا به مواد مخدر بودن می آوردن از زندان کجزایی و محاکمه می کردن و چند نفر از موکلین من هم به همین صورت مورد محاکمه قرار می گرفت و به اون زندان منتقل می شد و اعتراضاتی هم که ما می کردیم به جایی نمی رسید و من می شنیدم از جاهای مختلف که در اون زندان به خاطر نبود بهداشت، به خاطر شکنجه، به خاطر فشارهای روحی روانی که به زندانی ها وارد می شد افراد زیادی جانشون رو از دست دادن. ولی اگر فرزند یکی از مسئولین دستگاه دولتی در اون زندان به قصد نمی رسید، هرگز جنایاتی که در زندان کهریزگ اتفاق افتاده بود آشکار نمی شد. در مورد زندان کهریزگ افراد زیادی مسئولیت داره. رئیس زندان مسئولیت دارن، دادستان تهران مسئولیت دارن، دادسرای امنیت که در گذشته مشغول به کار بودن اونها مسئولیت دارن، رئیس سازمان زندان ها مسئولیت دارن، رئیس قوه قضاییه مسئولیت داره. اینها افرادی هستن که مسئول هستن در مقابل جان انسان ها، در مقابل نفس انسان ها، در مقابل سلامتی انسان ها. بنابراین ما نمیتونیم به راحتی از کنار چنین اتفاقاتی بگذاریم. هرچند در دستگاه قضایی و امنیت جمهوری اسلامی ایران چنین اتفاقاتی بسیار پیش و پا افتاده است، بسیار کم ارزشه. اگر که ده ها مورد از این جنایت ها هم صورت بگیره که ما میبینیم که صورت میگیره، باز هم برای مسئولین دستگاه قضایی و امنیتی اهمیت نداره، چه بسا که در حال حاضر در زندان اوین، بازداشتگاه سپاه پاسداران و بازداشتگاه 209 امنیتی که متعلق به وزارت اطلاعات هست، کمتر از کهریزگ و مسائلی که در کهریزگ اتفاق افتاده نیست. این زندان هم به نظر من، بارها هم گفتم، مثل زندان گوانتانامو میمونه و هیچ فرقی هم نمی کنه. کسانی که در اینجا زندانی میشن مورد شکنجه های بسیار سخت قرار میگیرن، مورد تهدید قرار میگیرن، تهمت قرار میگیرن، از اونها نسبت به مسائل شخصیشون سوال میشه، شخصیت افرادی که در بازداشت هستن رو خروج میکنن. ولی فرقش این بود که در زندان، در ظرفیت زندان کهریزگ به قدری زیاد بود و اونجا به قدری هرج و مرج بود که اجازه میدادن که اتفاقاتی مثل قتل بیفته، تجاوز بیفته. ولی در زندان اوین فضا گسترده تر است، آزادی عمل بیشتر هست، بعد این زندان دست نیروهای امنیتی و سپاه هست، بنابراین یک فرقی این چنین داره. ولی اگر بخوایم واقعیت رو بهش توجه بکنیم، زندان کهریزگ یک نمونه از زندان هایی هستش که ما در حال حاضر در ایران داریم. زندان های دیگری هم داریم که به همین صورت هست. زندان رجایی شهر کمتر از زندان کهریزگ نیست، ولی به هر حال کسانی که مسئولیت دارن آنهایی هستن که اسمشون رو من خدمتتون عرض کردم. خب با توجه به این اسامی که شما گفتی و این مسئولینی که معرفی کردید، به نظرتون میشه امید داشت که یک روزی پشت پرده این جنایات مشخص بشه؟ به زودی و در کوتاه مدت ما نمیتونیم امیدوار باشیم، به دلیل اینکه در حال حاضر عده‌ای قدرت رو با سرمایه های غنی و عظیم نفت و ذخایری که ما داریم به دست گرفتن
و همون عده هستن که چنین جنایات هایی رو انجام میدن. اگر که این عده بر کنار بشن و عده دیگری بیان، مطمئنن اون اشخاص دیگر، کسانی که جنایت کردن رو محاکمه خواهند کرد، به دلیل اینکه مدعی در مورد این پرونده و جنایاتی که در دادگستری ایران شده بسیار زیاد هستش. هزاران نفر شاکی خواهند شد از روندی که در دستگاه قضایی و امنیتی در حال رخ دادن هست. در یک سال گذشته ما بارها دیدیم که حاکمیت سعی کرده پای خودش رو از جنایاتی که در زندان کهریزک انجام شده و یا حتی زندان‌های مشابه اون انجام میشه بیرون بکشه و اینجوری در اصل القا میکنه که کار عوامل خودسر بوده. به نظر شما چرا اصولا این کودتاچیان دست به یک سری کارهایی میزنن که نمیتونن خودشون رو تایید کنن؟ چرا یه همچین رفتاری از خودشون نشون میدن؟ ببینید این مسئله طبیعی هست. برای اینکه اذهان عمومی رو آرام بکنن مجبور هستن که در یک برهه از زمان تقصیرات رو بر گردن یک عده خاصی بندازن. در حال حاضر تقصیرات رو بر گردن آقای مرتضوی انداختن و اعلام کردن که آقای مرتضوی معلق هستن از خدمات دولتی و دیدیم که ایشون یکی از مشاوران رئیس جمهور شدن و دارن فعالیت میکنن. به این صورت اون اسامی آمادگی این رو دارن که در جامعه هم مطرح میشن، ولی منفعت خود رو هم دارن. آقای مرتضوی در حال حاضر از امکانات بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخوردار. ایشون هم امکانات خیلی زیادی دارن، هم در رفاه به سر میبرن، هم مسئولیت دارن. اینطور نیست که آقای مرتضوی مسئولیت نداشته باشن. آقای مرتضوی اگر اتفاقی براشون بیفته و مشکلی براشون ایجاد بشه که حاد باشه، مطمئنن جنایت هایی که در دادگستری و در دستگاه امنیت شده رو خودشون افشا میکنن. ولی چون در حال حاضر پشتوانه گرمی دارن و افراد مختلفی از ایشون حمایت میکنن از جمله رهبری و وزارت اطلاعات، بنابراین گزندی به ایشون وارد نمیشه و اگر هم که کوچکترین فشاری به ایشون بیاد و بخوان تحت محاکمه جدی قرار بگیرن یا بازداشت بشن، مطمئن باشید که آقای مرتضوی هم اعلام میکنن که چه کسانی در این جنایاتی که در سالهای گذشته و در چند دهه گذشته رخ داده شرکت کردن، مشارکت کردن و دست داشتن و اونها رو رسوا خواهد.